جاده ها هی برو بیا پایین و بالا، یعنی که بابا رانندم. آهای علی علی به دلی نگاهی بکن دایمی تو گاز و دهدم. ده بدی بشین دیگه جاد شکی نره تو چشمات، علی نمیدم یه ویراج، علی جون بره تو قیقاج. علی مدالی هستم خیال نکن میترسم، یواش برو رضا چون قد و بالات و قربون. جون 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 آهای جون علی جون منم رضا فرنده، به من میگن راننده، دیگه کافه به در اومد از این کلا جدنده. علی مدالی میترسه؟ نترسم، درک مدم ملرزه؟ نلرزم، برو ببینم چی میشه، سیمای کی قاطی میشه. بای 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 علی علی جون جون علی دفتی بشینه علی مدالی، درک مدم یه زرگه بپا نری تو دره، مدالی واسطه میگیرم یه رگو واسش میمیرم. نترسم نترسم بای 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 نمی ترسی نمی لرزی، پس کمرت سفتی بکن میخوام دنده حباری چاقی بکن. وای وای رضا جون علی مدالی فداچی یه خورده یواش دن، بذار تو شوخی هم سرت نمیشه، با همه ریش میخوای بری تجه ریش. دیدی ترسیدی پسر؟ من ترسیدم بابا، من واسه خودت میگم. خیال میکنی این مدالو بی خودی به من دادن؟ من میگن علی مدالی و اینو باش بیفه کدومه مدالین من که خودم ادم مچشا واسط خریدم. حالا بالا غیرتن دم نیا، رسیدیم به معدن. آره بجا من میخوام با این مدال واسه کارگرها دو قرص کنم. هر چی میتونی دو بردم، من شخصا هواتو دارم. بچه آقا رضا اومد، اونم آقا علی مدالی. مگه آقا رضا پس اینو بر بیاد؟ آقا رضا سلام علیکم. اینو لمگوله بولم چه خبر شده بره بچه ایجی تیما کرده؟ هیچی بچه ها دارن اضافه کارها رو بشمارن. پس الان روشن میشین. چی رو روشن میشین؟ داره تازه تلفن میکنه برای اضافه کارهای ما. غلط میکنن، تازه مزدی هم که میگیرن نصفش زیادیه. بهشون بگو همینه که هست، اگر نمیخوان زود دمشونو بذارن رو کولشونو برن. فهمیدیم؟ ها بله قربان، دامشون رو بذارن برن، ها رو کولشون بذارن برن. فهمیدی؟ احمق بیشعور، من فهمیدی رو به تو گفتم. فهمیدیم؟ فهمیدی رو به کی گفتم؟ ها بیا بره بابا بریم. آیا من خود حقوقم همه تو ساده شد بشین، بی خودی معطل نشین، حقوقی هم که میگیرین نه نصف زیادیه. آخه ما خرج داریم. حبیب خفه شو، واسه چی خفه بشه؟ گردن کلوف واسه که این طرفی که داره حرف میزنه اون طرفی باز خفه بشه. خفه بشه؟ آره که نه قانونشه. نه بابا اون وقت اون طرفی چی کاره بکنه؟ ها اون طرفی حسابش با منه رسمی. الو دفتر شرکت گوشی خدمتون. الو دفتر شرکت قربان معدن ریزش کرده، حالا چیکار کنیم؟ علی تو اینا رو ببر من برم به بقیه کمک. مواظب باشیم یواش نرو. بقیه کجا؟ مظلوم کجاست؟ ببخشید مظلوم کجاست؟ یه رکولی نگفتم سوارم میشو. عجله کنیم پاشو بینم. آقا رضا طوری که نشده. نه فقط علو خورده به کمرم، اون وقت کمرم رنگ به رنگ. کمکم ببریمش دکتر. دکتر نمیخواد، نرش خودش یه پا دکتره. برو بریم یواش. عقیده یه باشتن میگه اینجا خیابونه چه رقیقاته که مرا داره اینطور او رقمه میکنی خب ببینم آتیش بهتون گرفته حالا منو مسخره میکنی آره تاقصیر منه که میخوام خوب بکنم نه بله ما واسه چی گفتم؟ صد تا دکتر واسه پیش رو دست شکسته نفسی ببخشی شکسته بنده بخونن اخنه نیواشتن این صفم خوب چیزیه مگه داری پشت بون که حجله میگونی اینقدر وول نخور بذار کارمو بکنم مریم جون زود باشون زماده برده بیا چشم خانم تموم شده الان میاره اونم باشی چه گراکا میشی میاره من دارم این کسی بشیم بچه اون باید به خونه گریه کنه بفرمایید قربون دسته خوشگلت چقدر تار بارتی که پاره میکنن بهش بگو اینقدر زور نده اگه تاله نشکسته باشه الان دیمون منفجر میشه آبجی بس به من گفتی آبجی به بیزار خانم این یه فشارش بده فریادش بره آسمون تا دیگه اینقدر به من نگه آبجی آبجی راست میگه دیگه ننه مریم جون که آبجیتونی اون به سلامتی میخواد عروس من بشه حالا فهمیدی آقا بازم به من بگو آبجی ببخشی نبجی اگه کفکو داری دیدی که دو بچه به کوری خوندی ما اهل اون دهاته نیستیم مریم مثل آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته من میخوام تو لشبازی تو بذاری کنار لشبازی کدوم من ننه تو خیاله میکنی پولی یا مفته به ما میدن مفتی این که تو گردنه ها بنده یه سطح یه قاضی چاق میکنیم تازه دو خورتونی میشینم باقیه تنه دل خوشی که داریم سن نرسشی اضافه حقوقه که اونم فعلا تصویب نشده من جدا مخالفم اونا به اندازه کافی مزد میگیرن دیگه دلیل نداره که چند وقت به چند وقت براشون اضافه حقوق منظور بشه مگه شرکت ما چقدر درآمد داره که شما مرتب برای کارگرای قسمتتون تقاضای پاداش و اضافه حقوق میکنید آقای شمس ما که در این باره نظر خاصی نداریم فقط میگیم در مقابل زحمتی که میکشن حقوق کافی بهشون داده بشه اتفاقا نظر مرحوم زرینم قبل از اینکه فوت بشن همیشه همین بوده بله میدونم ایشون معتقد بودن که باید وسایل آسایش و راحتی کارگرا رو فراهم کرد تا نتیجه بهتری آید بشه بسیار خوب فعلا از این موضوع میگذریم چون طبق خبر واصله به سلامتی پسرشون تا چند روز دیگه وارد تهران میشن چه بهتر که خودشون در این باره تصمیم بگیرن خب آقایون پیشنهاد دیگه ای ندارم من میخواستم پیشنهاد کنم یه 5% به طور علل حساب به حقوق کارگرا اضافه بشه تا بعد دفتر کارخانجات تیسفون بفرمایید بسیار خوب گوشی بله یه آقای اومدن به اسم اکبر میخوان شما رو ببینن آه بله بله بگید راهنماییشون کنه سالن پذیرایی پایین من الان میام بسیار خوب عمو جان الان ترتیبشو میدم خب آقایون تا شما گزارش‌های لازمه رو تنظیم کنید من میرم و برمیگردم خواهش می‌کنم لیلی جان گفتی اون کسی که منو می‌خواست راهنماییش کنن پایین بله عمو جان ولی این اکبر کیه من ندیدمش هنوز نه اما حالا میبینیش بریم پایین تو هم باش آشنا بشی کی کار است همه کاره و هیچ کاره آدمیه که خیلی به درد می‌خوره خب چیکار با من داشتین؟ با من چیکار داشتین که همچین سفارشی و دو قبضه احضارم کردین؟ اول با لیلی جون برادرزاده من آشنا بشو قربونت برم بیا اینجا حرفتو بزن ببین اکبر من مشکلی دارم که فقط به دست تو حل میشه در خدمتگزاری حاضرین از وقتی که آقای زرین مرحوم شده تمام کارهای شرکت رو من انجام میدم چند وقتی که محمد خان مباشر مرحوم زرین رفته اروپا تا پسرشو بیاره و کارا رو تحویل بگیره از قراری که من شنیدم خیلی جوون جدی و سختگیریه اونا تلگراف زدن که پس فردا وارد میشن قدمش رو چه؟ تو رو سننم آخه من کارایی دارم که اون نباید سر در بیاره دلم میخواد کاری بکنی که چند وقت تو بیمارستان بخوابه تا من کارامو صاف و صوف بکنم با فرض کنم چیزی زدیم که دیگه پا نشد به ما چی میرسه؟ این اجرت نمیذارمت هرچی پول بخوای بهت میدم این جوجه رو کجا باستی؟ اون پس فردا با هواپیما وارد میشه تو هم بیا فرودگاه تا ببینیش اشتباه نکنم همون کلت آره خودشه رفت به طرف سالن گمرک تو کجا رفته بودی؟ به چند تا از رفقام برخورد کردم این بود که معطل شدم خب دوستان تا چند لحظه دیگه جناب آقای زرین تشریف میارن لیلی جون دلم میخواد خوب ازشون پذیرایی مطمئن باشم اونجا ایشون تشریف آوردن بله بله خودشونن از طرف عموم کارمندان و کارگران معادن و کارخانجات ورودتون خیر مقدم عرض می‌کنم. با برادرزاده من لیلی آشنا بشین. قربان اجازه میخوام اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگران خدمتتون معرفی بکنم. آقای باشوکی عضو هیئت مدیره. مفتخرم قربان. آقای اسفندزاده منتربیم. گیرم زدیم به بالا مرغا افتاد تو چنگ آقا، به ما چی میرسه؟ لابد سینش آقا شمس میخوره، دو تا رونش هم شما، اما واقعی نداشتون. ما برادریم و برابر، سفره رو پهن میکنیم وسط و همه با هم میخوریم. چطوره؟ میبینیم و تعریف میکنیم. خیلی از لطف آقایی بفرمایید قربان، بعدا برای عرض گزارش تو دفتر خدمتتون میرسم. از طرف من از آقایون تشکر بکنم. بفرمایید، از شما به خاطر دستگل زیباتون متشکرم. من مزید خدا قربان شما، خدا حافظ. چی میشد اگه همون بالا منفجر میشدی؟ الهی زلیل بمیری رضا، ترسیدم. این کارا چیه میکنی؟ نه تو با این ریش میخوای بری تجیریش؟ اینجوری ادعا میکنی کلومتر محله؟ اره فضولی ماغوش، چشم خوب گوشاتو واکن ببین چی میگه. اخ به چشم، اتفاقا خوبی شد یادم انداختی گوشان داشت میخرد. این عداها چی از خودت در میاری؟ مگه تو خودت نگفتی گوشاتو وازه بکن؟ منم دارم نوابیشو گوشات دره میکنم، دلخوری دریش میارم. مسخره بازی رو بذار کنار. کنار چی رو بذارم؟ میذارم تو تاقه چی؟ دیروز واسه مریم خواستگار اومده بود، اون جوابشون کرد. میدونی چرا؟ لابد طرف ناقص الخلقه بود. نه خیر، خیلی هم خوب بود. اما مریم میگه من فقط آقا رضا رو میخوام، اون دلش میخواد زن تو بشه. حالا شیر فهم شدی؟ شیری بی شیر ننه پیریل پالونمون نزد که ما خرابشون نیستیم که نیستیم. بالاخره چی؟ میخوای همیشه همینطور یالغوز بمونی؟ آکه هنچ. نه من میخوام آدم بزرگواری بشم، خیلی بزرگوار. اون هر دختری دلم خواسته میگیرم. دلت غلط کرده؟ مگه من میذارم تو هر دختری رو بگیری؟ تو باید حتما من نمیخوام دوباره بشم. مگه زوره جهنات؟ همسه یه دست رسته، همسه یه دست چپه، همسه یه بالا، همسه یه پاگن. من زن بگیری نیستم. من مریم هم صحبه جیب دوست دارم. ما بچگی با همه بزرگی شدیم. فایلنه چی از جونه بله میخواه؟ صداتو ببر، مثل اینکه بلنگو خورد داده. آخه تو مگه واسه انسان خلق میذاری مثل پلنگ نشستی اونجا؟ اگه این دفعه از این جیغا بکشی یا همچی با این قنشیکن میزنم تو کلت که مخت بیاد تو دهنت. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ نه قارچ زینو به چه سگ دبونی پیش کشته. به پرو دستت نزنی حسنی. آتیش به جون گرفته، صداشو بس من بلند میکنه. آخه چی شده ننه؟ وای میگم چی شده؟ زدم رو انگشتم. ها عیبی نداره، بزرگی میشه یادت بره. زلیل مرده، حالا سر به سرم میذاری؟ همونه نگار خوابی بیدار. عله مدالتوی بیدارم، بیا تو بیا تو. سلام علیکم. خوش اومدی. علیکی سلامه. سلام و مرز باز تو این طرف ها پیدا شد؟ باه دست شما درد نکنه، اینجوری از مهمون پذیرایی میکنن. خداحافظ. خوش اومدی. صبری بکن. علی مدلی کجا میره؟ بین آقا رضا. قره نکن، گوشین دستمه. دیل خوری نشو. میدونی که ننم قرنه هاست با تو شوخی داره. بی جلو ببینم چه کار میکنی. من با این خرس گنده چه شوخی دارم؟ هم ریشمه، هم کیشمه، قوم و خیشمه. حالا بهش بگو اصلا سلام علیک نداری. خب من که دارم. بله اونی که داره. ارباب خودمی سلام علیکم، ارباب خودمی سرت بالا کن. موقع قنشکستن با من شوخی نکن. علی علی سری به سری ننم نظر الان که از تنوره دره بره. چشم. خب بینجه ببینم شیری یا روبا؟ مثل همیشه شیرم. بشینه ببینم بابا. دیگه ما خیلی کلوب شدیم. چطوری شده؟ مگه استخرسی به ما رسیده؟ دیگه چی میخواستی باشه؟ یه شغل نون آبداری بهمون دادن. ما رو گذاشتن در اختیار کارگزینی. بیا این حکمو بگی بخون. وای وای وای. آخ جونی ننه یه 200 چای بده بخوریم. جان مدت ها بود در انتظارش نشسته بود. هم چی؟ چی شد؟ وای دانه های زرش که رپت پتا اینا. میدونه تو این کاغذ چی نوشته؟ نه جوفتمونو به خاطر دعوایی که جلوی معادنی کردیم امشی. مرگم بده بیکار شدی؟ دل تنگی نشونه نه حلمه که خوبی شد خودم میرم و کار خونه خدمت همشون میرسم. میریم پیش رئیس جدید میگن خیلی آدم جدی و بد اوناقیه. اوناقه بی اوناقه خودم حقمون ازشون میگیرم اما بی گریه. چه حقی؟ قانون کار وظیفه کارگر و کارفرما رو تعیین کرده. در این مدتی که پدرم مرحوم شده و شما مسئولیت این شرکت رو به عهده گرفتید نه تنها در کاراتون پیشرفتی نداشتید بلکه روز به روز هم اوضاع بدتر شده. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. ما در این مدت همه سعی و کوشش خودمون رو کردیم که هم درآمد شرکت زیاد بشه و هم کارگرها از هر جهت راضی باشن. کافیه. تا اونجا که نمودار شرکت نشون میده راندمان کار نسبت به سالهای پیش نه تنها بالا نرفته بلکه خیلی هم پایین آمده. و از لحاظ رضایت کارگران که به اون اشاره کردید فکر میکنم درست برعکس گفته شما باشه. تا اونجا که من اطلاع دارم همه از وضعشون ناراضی هستن. قربان باور کنین خلاف به عرضتون بسوندن. شما میتونید در این باره تحقیق بفرمایید. تحقیق لازم نیست. با هم وضعشون رو از نزدیک تماشا میکنیم. من از خارج دستگاهی آوردم که به راحتی میشه تمام قسمت‌های کارخانجات و معادن رو از نزدیک کنترل کرد. بیایید تا طرز کارشون نشونتون بدم. ملاحظه می‌فرمایید که چقدر اوضاع کارخونه منظمه؟ عجله نکن. به نامنظمی‌هاش هم خواهیم رسید. خیلی پرتی رفیق کار کردن دلخوشی میخواد. ما صبح تاشون جون میکنیم ما سن رسشه که میخوان به اون اضافه کار بدن هزار جور بهانه میارن. ببینم تو میگی اینا خیر میبینم؟ نه والله. تازه بهانه‌شون هم اینه که چرا چپ رفتی چرا راست رفتی چرا نشستی چرا پا شدی. آهای پسر سر از حقوقت جریمه. تو رو خدا اینم شکر. با این کارا خودشون رو خسته میکنن. اونا هی ما رو جریمه کنن ما همین دستگاهی بیزبونو. شنیدید؟ این نتیجه خدمات شما و رضایت کارگر هست. با اضافه حقوق عده‌ای مخالفت میکنید برای عده‌ای پاداش مینویسید. چرا این بی‌عدالتی ها رو میکنید من که نمیدونم. شما نباید گفته دوتا کارگر رو ملاک عمل قرار بدید. حرفای اونا حقیقت نداره قربان. حقیقت یا غیر حقیقت بالاخره اونا هستن که چرخ این تشکیلات رو میچرخونن. باید راضیشون کرد. حالا چه دستوری میفرمایید؟ فعلا شما برید سر کارتون تا من یه خورده دفاتر شرکت رو مطالعه کنم. آقایان فردا صبح ساعت 8 تشریف بیارید. قربان به خاطر تشریف فرمایی جناب عالی برای فردا شب یه جشن کوچکی در منزل حقیر ترتیب داده شده. محبت کنید و تشریف بیارید. چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟ باشه سعی میکنم. خیلی متشکرم قربان. امری نیست؟ نه فقط سعی کنید بیشتر به کاراتون توجه کنید. راستی دفاتر شرکت رو که خواسته بودم چرا نیاوردید؟ قربان کارمند مربوطه به مرخصی رفته برای چند روز دیگه برمیگرده و تقدیم حضورتون میکنم. به بقیه اعضای هیئت مدیره و نماینده کارگرا بگید فردا صبح بیان اینجا تا جلسه برای رسیدگی به وضع کارگرا تشکیل بدید. اطاعت میکنم قربان. خانم لیلی؟ قربان. پرونده انبار بیارید پیش من. اطاعت میشه. کن. یارو از اون ناتو هست مواظبش باش. بفرمایید. متشکرم. امری نیست؟ نه. با اجازه. صبر کنید. امری بود؟ ببینید خانم لیلی شما سکرتر من هستید. فکر میکنم شما به اندازه کافی به وظایف خودتون آشنا باشید. مگه در این باره قصوری شده؟ نه به هیچ وجه. منظورم اینه که شما نماینده شخصیت من هستید. هر کس به محض ورود اول با شما برخورد میکنه. باید در اخلاق و رفتار و برخوردتون با مراجعین خیلی دقت کنید. به خصوص در پوشیدن لباس و آرایش باید منتهای ذوق و سلیقه رو به کار ببرید. منظورتون رو فهمیدم. چشم. متشکرم. فقط سعی کنید مد و زیبایی رو با هم تطبیق بدید. اطاعت میشه قربان. امری نیست؟ نه بفرمایید. بازرسی؟ بله. بگید راننده اتومبیل منو حاضر کنه. چشم. منزل تشریف ببرید. بله شما نمی‌دونید؟ چرا در خدمتتونم قربان. سلام از کلام بارو. این اینجا چه سمتی داره؟ قربان ایشون دربونن. یک دربان اول باید سر و وضع خودش مرتب کنه. از فردا فراموش نکن. با کراوات و تمیز. اطاعت کن. کراوات صفر کن. شش بار بود. امیدوارم از عرایز چاکر مکدر نشده باشید. من صلاح شما رو میخوام که گفتم باید زن بگیرین قربان. من زن نمیخوام ایو هنسه یا آدمای خلق خدا. من کلام سیفته میگیرم. شما نمیتونین جشن ننگه سرمون بذارید. میخوام من افتاب خورده سیمای مغزم هوا خورده وای پره برسه کار عالمیان. اگه ماهیای بیمار پشومان مننم هم دسته شدین. بس گوشی بکنید. همه ساجه ها مادر جنم من خارجه دزیری بیسم. من زن بگیری نیستم. خیلی خوب، باری چلا که اینطور میدونی به این چی میگن؟ پلوی خانوادگی. ناقل بشین. ناقل باشم و زن بگیرم و به قول تو یه زندگی جدید شروع بکنم. بله قربان، ما هم که جوون بودیم بزرگترها همیشه میگفتن زن بگیر تا عاقل بشی. آخه من تازه به ایران آمدم، نمیدونم زن خوب کدومه، نمیدونم کجا هست. زندگی اینجا با خارج خیلی فرق داره قربان. تا دلتون بخواد دخترای شنگول و منگول و جوون با خانواده و اجتماعی هست. من خودم واسهتون پیدا میکنم. در ضمن اگه موفقیت شما رو من داشتم الان 6 تا زن میگرفتم. پس هنوزم بدت نمیاد. راست میگی. همیشه مرحوم پدرم میگفت در جوانی و شادابی همسرتو انتخاب کن، ولی سعی کن کسی رو که انتخاب میکنی تو رو برای خودت بخواد، نه ثروت و مقامت. پس آقا بزرگ خدا بیامرزن به شما سفارش کرده بودن که زن بگیرین؟ درسته. اون همیشه به من میگفت زن برکت خونه است، مردو سر به راه میکنه. مرد وقتی زن گرفت و فهمید نون یمن چنده، اون وقت قدر پدر و مادرشو میدونه. رضا به خدا اگه زن نگیری شیرم و حرومه. تورم از دستی رو بکش. کدوم شیر؟ اینقدر که من نمیدونم. همه شیر گاب بخوردم. اونم شیر دست دایم. یه چهارم شیر 3/4 آب خوردم. واسه همینه که کاربوراتورم تند پست میزنه. پس میزنه و پیش میزنه رو بذار کنار. تو باید زن بگیری. من باید عروسدار بشم. یه عروس مثل مریم دختر بلقیس خانم، عروس خوشگلم بشه، آتیش قلیونم بشه. بابا دست مریضا، تو واسه یه قلیون میخوای ما رو پاک بندازی به روغن سوزی؟ آخه نه، یه خورده فکر بکن. زنی که ماشین نیست که تا دست دویون شد جلدی بفروشیش. آدم باید این وره بره اون وره بره بالا پایینی بره. از لج تولر میکنم تو گوشم. مگه تو خودت نمیگفتی بابت بگو پسرم باید زن فلانه بگیره، زن بهمانه بگیره؟ بله، همه این حرفا رو پدرم میگفت و من تصمیم دارم نظر و عقیده اونو در تمام مراحل انجام بدم و برای همین منظور میخوام مدتی بیشتر توی مردم باشم. مردمی که مدتها از اونها دور بودم، چون باید شریک زندگی ما از میون اونها انتخاب کنم. عالی قربان، شما ماشاءالله جوونه با تجربه ای هستین، ولی یه خورده فکر استراحت و تفریح و تماشا باشید قربان. مگه تو جاهای تماشایی رو بلدی؟ از ما دیگه گذشته، ولی شما جوونید، میتونید کافه برید، کاباره برید، به ساز و آواز گوش بدید، رقص ببینید. این چیزا هم فعاله هم تماشا. بسیار خوب، با نظر تو موافقم، این کارو میکنم. فعلا بگو یه لیوان برای من آب خوردن بیارن. چشم قربان، حق دارین آتش داشته باشین. چطور میگی؟ آخه قربان آتش چند نوعه. آتش تشنگی و آتش چیزای دیگه. خبردار وارد می شود علی میدانی، رئیس کل بیمیدان. خانوم از ترسم سلام عرض می کنم. آقا رضا علیک سلام. علی میدانی علیک سلام و احوال پوریسین. برو اون لباس های پلو خوری که بپوش و زود میام، میخوایم با هم بریم ددر. کسبه جونم مرگ شده. نه اون سلامتو میخوام نه این کاراتو. چرا نمیذاری پسرم اهل خونه بشه و زن بگیره؟ علی مدالی کاری نکن و آخ اوخ بندازم. چرا دعوا میکنی؟ نگه دعوا سر منه. خیال جوفتتون رو تخلیه بکنم. خرم از طفولیت دومده نداشت باور کنین. چی؟ خره دوم نداشت؟ بابا چی میشه؟ هیچی. بهش بگو حریف من نمیشه، یا مرگ یا زن. بله راستی ببین میگم میدونی چیه؟ چیزه بذار من امشب ببرمش بیرون. یه چیزی تو مغزش بزنم، یه چیزی تو حلقش بریزم، شاید راضی بشه. خانه. رضا جون من منتظرت هم، زودتر بیایی میخوایم با هم بریم دیریم دیریم خانه. نفهمیدم، دیریم دیریم خانه کجاست؟ ها دیریم دیریم خانه یعنی این چی چیز خانه، اونجایی که آهنگ میزنه میگه رم دم 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 درم رم دم درم دم دم دم. بابا جون تو چرا دم نشستی؟ شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن تا تو یه می با ما بزنی و کرکری با ما بخونی. چی میگی تو اصلا حالتم؟ ما یه تاقانه دلمان سخته با گیری بکسمونو قاطع کرده تام که میکنه که نیستی با کنه. بابا جون اگه دمی رو میخوای این دم خوش باش، اگرم زنی رو میخوای که عشقت بلکن نیست، ننت هم بلکن نیست. میدونی چیه؟ نه عشقو علاقه به زن چیز دیگره، عشق مثل اتصال آهنه به باطره میمونه باید بزنه با بگیره. بفرمایی قربان، این کافه تقریبا وسطاله، هم قرافرش خوبه هم یه گوشه و کناری داره که شما راحت باشید. متشکرم، تو هم اینجا باش چون نمیخوام کسی متوجه من باشه. سلام قربان، بفرمایید. سلام. سلام. چه عجب. سلام سلام به اون جمالت، سلام به اون کمالت. بفرما بیشین، معرف و حضورتون که هست. آقا رضا یه دنده، حالا اگه دوست داری بشین در کنار من. چشم. خوش اومدین. سلام عرض کردم، بفرمید چند نفرید؟ تنها هستم، فقط یه جای خلوت هم. جای خلوت؟ بفرمید بالا، بفرمید. دلم میخواد امشب از اون نیناشناشای خوب صفا بکنی که این آقا رضا بره تو حال. آره نسبتاً آره. ای به چشم. خب با اجازه من میرم، موقع برنامه‌ام شده برو ببینم چی میشه. رضا چیزی حالیت میشه؟ همه این غذاها رو دارید؟ فقط اون دوتا رو نداریم. بسیار خوب، برام یه جوجه کباب بیارید با یه مقداری هم ویسکی. بله 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 واردم قربان، مطمئن باشید. اگه هنوز دلت میخواد منو تو یاری قرار بذاری بریم با هم یه گوشه بشینیم، گل از لبون هم دیگه بچینیم. بریم با هم یه گوشه بشینیم، گل از لبون هم دیگه بچینیم. تو چشم هم منو نگاه کرد، ناز ناز منو صدا کرد، با چشمک و با ابرو دعوت به اون بالا کرد. شل شده پیچ شرزم که بی حیام برو بیا حالا دیدم بشکن و بشکن. لا اله الا الله، این پسره چلگوز داره کفر منو در میاره. هم همینطور. بسا بیا 5 یورو تو کم کن دیگه. راست میگه دیگه، ما نیومدیم اینجا هر گلاس 5 تومن بخوریم و رقص تو لاشخورو تماشا کنیم. این حرفا رو با من بودی؟ معلومه، بدتر از اینم بهت میگم. بیا پایین. بیام پایین؟ به به چی نیشه؟ آقا رضا طرفو دریا. ای به چشم بریه چشمانم دادش بیکارین شما آمدین اینجا صفا کنین یا دعوا رقیت نبیزنین سلامتی شخص شخیص خودم. نفهمیدم حالا دیگه تو با تو مرده میخوای به ما درس صفا بدی؟ حالا که صفا نمیخواد برو I'm sorry, I'm sorry. شکلات دیگه واسه اینجا رو نکنه. خیرین ندیده ها این دنده به زمون نکردیدن. لباساتون به جهنم. الحمدلله که خودتون سالمین. اجازه بدیم ببرمتون منزل خود. آره کلمه بخور. آره اوی خدا. ای اوی خیلی وای جهنم. آی نالوچه وایسته بینم با من هستی؟ میزنی و در میری وایسته بینم عوضی خیال میکنی لباساتو عوض کردیم و دیگه نمیشناسیمت منظورتون چیه؟ خودتو به کوچه علی شب نزن بگی تو حالا جا بیار این خودشه لباساشو چرا عوض کردی؟ نمیدونم نونوارش کردم که حسابی لابد کتکش بزنن نگاه کن تو اینجا باش من الان برمیگردم بابا آواره داره نزنین اون پسر خوبیه من اشتاسمش بیا آواره داره پولار این عرفت منی میزنین بزنینش بزنین تو آبگاش بزنین تو نونگاش بله بریم ای بی معرفت نالوتی سزایی تو همینه دیگه اگه آدم دهن گوشتشو عسل بکنه تو این دهن تو بازم آدمو گاز میگیری اونا جواب تو رو خیلی خوب دادن اما من جواب ننه تو چی بدم؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد او که هر چه دیده بینه دل کنه ادیاد جنابای محمد قربونی صدای علی مداری محمد جانم جان این میگن صدا این میگن قدر این فقط به امتحان آقا رسیدیم دیگه یواش او رضا جون شانس آوردیم ننه یادش رفته کلونه درو میندازه وگرنه باید خر می آوردم و تو رو بار میکردم تا گندش در نیومده یواشکی بریم تو آخ یواش چی میشه آی جان یواش یواش نفسم برید خب رضا جون نوکرتم من امشب جور تو رو خیلی کشیدم ولی دیگه بعد از این با ننت خب آقای علی مدالی ها دیوت سمیرن خواب بیدار نشده بزن به چای کجا؟ غلطی کردی؟ علی مدالی کافت زایی حالا یک دیو سفیدی نشونت بدم که خودت هستم فهمیدی؟ خانم جون غلط کردم دیو سفید خودم اما همه کسمه مگه 100 دفعه بهت نگفتم اونو نبر الباتی نگاش کن انقدر خورده که از حال دنیا رفته والا من تقصیری ندارم آخه موتور پسرت 8 سیلندره پرقدرته زیاد مصرف میکنه چش به جون گرفته همه این بلاها رو تو سر اون میاری خدا مرگت بده زمین مرده پریدول جان ایوه ببینم چی؟ پس ما بی تفسیریم چرا قیافه رضا عوض شده؟ من برم این لباسا چیه پوشیده؟ اولندش که مدال بیرون دومندش من که اونو جایی بد نمیبرن خب کجا رفتی؟ والا ما با هم دیگه رفتیم یه جایی که داشتن خیرات میکردن یه خورده خوردنی به من دادن یه دست لباسم با آقا رضا دادن آره جون تو گفتی منم باور کردم حالا بیا کمکم ببریمش تو اتاق تا بعد حسابتو برسیم نه خانم جون امشب من به اندازه کافی کتک خوردم به جون تو دیگه باکتنم حتی یه چیکم ظرفیت نداره اون تو با اونم آقا رضا جونت وای 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 یا درد بیدرمون این دفعه اگه پاتو اینجا بذاری قلم پاتو میشکنم اوخ اوخ راست میگی وای وای اینو دیگه نمیخوام ببینم چی میشه رفتم کنم مردش روی مرده میخواد که کمتر کس کنی الهی علی آتیش به جون گرفته جز جگر بزنه که تو رو به این روز انداخت مردش روی مرده مجبور بودی انقدر نجسی بخوری که نتونی رو پات بند بشی مریا به جیتون با من تبت نگیرین به من دست نزنین من خنده رو باید قیلی قیلی کشیم جگرم از خنده اینه و بعد شده حالا من آقا رو شنگون نمیدم آره چه خوبه هر شب دو میده خودره بزنیم نکنیم من که مادرتون با پای من تماسی نگیرین من نموردم رده برشیدم وای علی بیا ببینین خوشگله چی بسرم من هم بردم برای چی که انقدر بسوشو میاره؟ لابد یکی از اون رفقاییه که تازه تو کافه پیدا کرده جسدی شدم. بایی خدا آقا، یکی شما نیست که این لباسا رو پوشیده؟ ببخشین آقا، باور کنی اصلا بهتون نمیاد. راستی میگیم مرگ من خوشیت نمیاد؟ نه تو چطور؟ حالا منم نه. راستی میگه. خب من الان چی کاری باید بکنم که شما خوشیتون بیاد؟ هیچی، فقط اجازه بدین لباساتو بدارم. اجازه بدیم. خیلی خوبه، این جانب به موافقت دارد. فقط کلاه را از سرم بر ندارین، چون خوشی ندارم یکی دیگه کلاه سرمه بزاره. آخ دیگه اینقدر دستماله میخونین همه لحمو میشم. باید خونه تری کدم از قلقلتون. من گفتم که قلقلکی هم بیرینی که داری خورده بذارین من یه خود هوا رو بکشم. ای وای خدا، وای نه نمورده مزه خوشی. به خدا بگو یه خورده قصه بفرسته. قصه این پسره داره منو دیوونه میکنه. اون از کار کردنش انقدر دعوا مرافع کرد تا بیرونش کردن. اون از زن نخواستنش، اینم تا لنگزور خوابیدنش. آهای یاردم قولی، پا میشی یا با این لنگ کفش بیدارت کنم. ببین زهرا خانم، یواشتر. خوب لابود خسته بوده که تا حالا خوابید، خستگی سرشو بخوره. پس کجا بودی؟ ببینید دیشب وقتی اون علی ذلیل مرده آوردش اصلا هوش نبود. کشون آوردم انداختمش رو تخت. مریم جون کلافه شدم. این پسره با این کاراش پاک منو ناامید کرده. زهرا خانم ناامید شیطونه. آقا رضا جوون خوشقلب و خوبیه، مطمئن باشین اهل و سربراه میشه. خدا از زبونت بشنفه. حالا پاشو بیدارش کن بیاد نون و چایشو بخوره. الان 3 ساعته که سماور قول میزنه. منم برم این برنجو خیس کنم بخورم. میترسم اگر بیدارش کنم عصبانی بشه و محشر کبرا بپا کنه. غلط میکنه. اگه صداشو بلند کنه همچین با این مجموعه میزنم تو سرش که زبونشو گاز بگیره. نترس دخترم، برو من الان برمیگردم. آقا رضا نزدیک ظهر پا نمیشی؟ تو کی هستی؟ من مریمم. نمیخوای باشی؟ نه، بذار همیشه تو این خواب باقی بمونم. آقا رضا پاشین دیگه، خیلی از روز بالا اومده. اون اسم منو عوضی میگفت مباشر. نمیدونی چه قیافه آروم و نجیبی داشت. صورتش میان گیسوان خرمایی مثل قرص ماه میدرخشید. مباشر اسمشم به من گفت. مریم قشنگ نیست؟ من از این اسم خیلی خوشم میاد، خیلی. تا حالا ندیده بودم اینقدر آروم صحبت کنه. منم ندیده بودم. از من تعریف میکرد. چه حرفای قشنگی میزد. دیدی گفتم تو رو دوست داره. بالاخره رام میشه. خب چرا همش میگه آبجی؟ میگه من زن نمیخوام. اون ادا اطوارشه. فهمیده بود تو اونو دوست داری، میخواست واسه ناز کنه. آره. ای بطور اینجا زود باش. بگو 2 تا تخم مرغ 2 دقیقه و نیمی با پنیر هلندی برای صبحونم بیارم. زود باش، باید برم سر کار. زود باش. پنیر کمنده دیگه، چه زهر ماریه. مثل که مخپخش عیب کرده. نه زهر خانم، میدونی ما بالا سرش وایسادیم داره خودشو لوس میکنه. غلط میکنه خودشو لوس کنه. آها لشبازی رو بذار کنار. اگه 1 کلم دیگه چرت و پرت بگی همچین با مش میزنم تو فرقت که وبا بگیری. باشه بینم. چی شده؟ اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ اینجای بابای آدم دروغگو. تو منو نمیشناسی؟ ور پریده. باز نگاه کن، خوب شناختی؟ این خانم کیه؟ لا اله الا الله. پسر پاک خودشو به خلی زده. ور پریده. تو مریم دختر بلقیس خانم نامزد تو نمیشناسی؟ پس ایشون نامزد منم. شما کی هستی؟ استغفرالله، کور شده حالا منو دست انداخته. زهر خانم مادرت دیگه آقا رضا. اون چه میدونه مادر چیه؟ یه عمری منو ننه صدا میکنه. ای ننه امر بفرمایید قربان. ای ننه بفریس واسه من 2 دست زبون و چرت و کله پارچه و یه خورده گوشت به ناگوش بگیرن بیارن. آها به آلو و میادت نده. زده باش تا 18 عمل کره نجده. حاله پاچه. جنب آلو، گوشته بناگوش. آب استعدادی داره. ببین یه شبه چطوری اخلاقش عوض شده. این حرکات برای تقویت عضلات پاتیه که دو بطا با چر پنجشی چه هفته هشتینا ده یزا دوازده خوب خیلی گردن کلو بشدی من برزید. سلام عرض می کنم قربان. فرد قربان. آخه این ننه قره قره کجایی ننه هن چشم چرا میخواده بازه دیشه ما را بردن من ریزه خونه. علی مدلی تو رو ما وردن. علی چیه قربان؟ با شما چطور علی مدلی رو نمیشین نسینه؟ و اینجا چجور جای حسابیه؟ اون بهترین دوست جنیه رفیق منه. دیشبم علی رو صدا میکنم. من اینجا سر در نمیارم. منم نگفتم که سری داری بیاری راستی اینقدر شراب کیو مست میکنه. بسو تکریم بیکلت میدونی که ما قربانه نیستیم این امر عوضیه رفتم خواب بذار دو روز بشیم قربان ببینیم چه میشه. واقعا که خیلی شنگولی. اگه میدونستم کتک خوردن اینقدر خوشحالتون میکنه یه عده رو استخدام میکردم که هر روز صبح به جای صبحونه یه فصل کتک مفصل بهتون بزنن. چطور قربان موافق هستی؟ تو رموزه بکش تو رموزه دستی رو بکش بی معرفت. حالا میخوای در تیر کنی ما رو بزنن. صبیری اومده نیومد داره اونی که بخاطر منه بزنه هنات شکم ننش بیرونی نیومده. زودگوری تگم کنه بگو کل پاچه با آب آلو برام بیار تا بخورم و این جیگرم خونه کبشه. ولی قربان رژیم مخصوص جناب عالی چی میشه؟ رژیم بی رژیم بده ازشون دوتا ماسکیجه باسته این دوتا جیگر را بسازن پیرنشون خیلی شوریسته آدم ها به حالته میشه. خودتون رو بپوشونین پایین تر مناسب است. وای 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 آخه جونه چل هودمه که دارین چه کیف در ببینم میتونین یه لونگی واسه من دست پا کنین ها زوده باشین من میخوام یه آبتونی حسابی بکنم. قربان من باید به دکتری مخصوص شما اطلاع بدم بیاد شما رو معالجه کن. گوشی رو بذاره تا بگم اولنش قربون خودت اینقدر قربون به نفع من نبند که فکری میکنم میخواد جیبامو خالی کنی. دوی مندش مگه آبتنی کردن دوکی دوری میخواد که رکت پتایی نه این حمامه خیلی ربیب جلو چلهوزو نیشینم بده این حمامه پاک احمقش تغییر کرده اصلا انگار که همونه. از اون بالا هیچ پیدا نبود تو صبح میری خیلی اصطلاح بزرگی بان مدام چاله حوزه بابا خیلی قشنگه. از تو قبیحه بخدا تو که دست اسمال غزل خونده از پشت بوم بستی خجالتم نمیخوبه چیز دیگه. معذرت میخوام بازم خلاف هم معلومه شاینامت خرابه. آقا مباشر این رفیق ما چی کاره است؟ راننده مخصوص شما هستم. راننده مخصوص با لنگ مخصوص رده بکن بیادش لنگ. قربان شما که مایه مخصوص دارین بکشی تو یکی پس نزنی. من جد آبادم وقتی میرفتن چاله حوض لوگ بنده که نمیفهمم کلوف تو چه بندم قربان نمیفهمم. خوب خودم من نمیفهمم فعلا اینجا پارکش کن تا من لنگ جوری بکنم. نظر تو چیه حالا آقا چطوره؟ بابا من که دکتر. آه بله دکتر آدمای چشم چرونی هستن برم خدایا کجا لخت بسته بشم کسی نبینه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خواهش میکنم فوراً تشریف بیارید. حالا احمد خان خوب نیست. نه چیزی نیست. شایدم چیزی هست نمیدونم از مزاجه از ملاجه. آقا مباشر رخت ما بگیرم اصلا دیوونه است. ای خود دوار رفتیم. ای آقا مباشر گوشی بکنم واسه جمع بکن من زیاد خوب بلده نیستم. بره کجا؟ بایی جان کنیم آقا مباشر. آها بیان آقا افتاد تو استخر. آقا داره خفه میشه بیان نجاتش بدیم. کمک بردوین کمک کنین. چی شد آقا مگه نمیبینی آقا داره خرق میشه؟ بپر تو ها بپر حسنتم بپر ما بیان را حسنتم بپر. چی شده؟ حسنتم تو آب یالا شد باشید اومد رو آب یکشونه کنه دیگه. آقا مباشره خوشی تو خدا رو 100,000 مرتبه شکر که سالم هستین قربان. میخوای ترم میلزم تو چاله ها؟ نه خیر قربان، اجازه بدین حوله رو بیارم که سرما نخورین. ولی گفت مادرش روزی که پسر جن کنار چاله حوض نرا. اومدم آی اومدم. علی کتک خورده بی مدال سلام عرض کرد. میخواستم بگم به جون شما دیشب اصلا تقصیر بنده نبود خانم. علی مدالی. نفهمیدم، من حالا مدالی شدم. آره چون دیشب تالا پسرم این رو اون رو شده. چی گفتی؟ چی گفتی؟ حرفای قشنگ. قول حرفای این پسره رو نخونه. اگه این 7 تا دنبک بسازه یکیش پوست نداره. آقا کی باشن؟ آقا رضا، علی آقا شاگردتو نمیشناسی؟ علی آقا؟ نه خیر، اوستای جناب عالی. بله دیگه، لباسای آقا نو شده، این هیکل و این مدالو از یاد برده. بابا خیلی سرت میشه وا نالوتی. یادت رفته دیشب تو کافه چطوری با مشتری تو چی اخنم؟ کافه یه چیزایی یادمه، اما من چقدر مردم که واسه کله پاچه آوردم، اونم با سرویس مجهز وانتبار اوستا حسین بنگی. بیا بزن روشنشی، بیا بزن. دوست ندارم بخورم. اسفند 33 دونه. اسفند خودش میدونه بهتره که چشم حسود و دیوونه. همسایه این خونه، اون زن بالا خونه، اون پیره اون جوونه. پس من چی؟ زهرا خانم جون میگم اون ضربه‌ای که دیشب تو کافه یارو حروم خورده تو سرش کوبینا، آقا رضا رو به نظرم پاک حالی به حالی کرده، نکنه دیوونه شده باشه. میزنم دندوناتو خورد میکنم. برو دهنتو آب بکش. پسر من عاقل بود، عاقل ترم شد. همونه که میزنم بگیره. میخواد بره واسه مریم خانم انگشتر نامزدی بخره. این دیوونگیه دیگه، شاخ و دار داره. نیازشو برم، راست میگی. جون شما. الهی قربونت برم، اون قد تو برم، تازه سر عقل اومدی. میخوای با مریم عروسی کنی؟ البته با اجازه شما. وای پسرم چه باتربیت شده. بابا من که از خدا میخوام یه عمر آرزو دارم عروسی تو ببینم. برو صبونتو بخور، دلم هوای صحرا رو کرده. علی باز مدالیش یادت رفت، چی میخوای؟ خیلی خوب، علی مدالی. ببینم وانت حسین بنگی هنوز پیشته؟ آره فرمایش. من امروز از خوشحالی رو پام بند نیستم، میخوام برم یه گوشه کناری، باقی، صحرایی، آبی. ها تا آخرشو خوندم. این دل بی صاحب منم از بس دیفال کامیونو دیده و دنده یک و دو رو شمارده پوسیده. امروز بریم بزنیم و برقصیم و بخونیم و خوش باشیم و بچریم. خوبه دیگه، اینقدر حرف نزن. برون وانت خورازه رو حاضرش کن ببینیم. چاییمو بخورم. با وانت میخواین برین گردش؟ نه فهمیدم، حالا دیگه وانت او سوزن بنگی اخه. اگه دلخوری با آپالو ببرمه، گربه دستش به گوشته نمیرسه میگه بو میده. من رفتم وانت آبیاری کنم. بیا پسرم بشین کله پاچتو بخور تا من و مریمم بریم خرت و پرتا رو بیاریم. بیا. اینه چیه واسه من عباد؟ واسه من دوتا چشمه، یه زبونه، یه بنال گوش، یعنی یه سرویس کامل کله پارچه بیاری. کله پارچه؟ براتون خوب نیست ها؟ آقامو باشن دیگه، چرت پرتی نگو. ما یه عمره که سید سالمه، درد بی درد، دوای ما قرص صفا و محبته که شبا بخش همه یه درداست. حالا چیز فهم شدی؟ اینه که اندره نمیان. سلام سلام عرض کردم قربان. چی آوردین برنه؟ سلام پیرشینه ایشالله. آقا مبشر معرفی کنه. قربون ایشون مسئول رژیم غذایی شما هستن. ایشون هم آقای دکتر خوشدست، دکتر مخصوص برای معالجه شما اومدن اینجا. بفرما بفرما، اون جلو دم در خوب نیست. منظورشون اینه که بشینی؟ بله بفرما بشین. روستن دلی رو موزاییک. بفرما بشین دیگه، مگه آدمه ندیدین؟ میگم آقا مبشر تو این خونه هرچی شلوار شما بلنده دامن این خانمه کوتاه. چرا؟ حتما پارچه کم آقا. نه جدن چرا؟ خیلی متشکرم. من که چیزی نگفتم. خب حالا ما با چیکاره بکنیم؟ اگه اجازه بدین شما رو معاینه کنم. آقا مبشر اجازه میدی؟ اجازه منم دست شماست قربون. شما چطور؟ اختیار دارید. پس زود بشیم، این اینجا عصبم خیلی خرابه. بدوین بیاین اون جاهایی که سالمه بادونه بدونه واسه همه بگو. آره میخنده جری نزنی یه وقتا. خیلی خوش قلبم نی؟ قربان قلب شما طبیعی و کاملا. بذار برج مراقبتم ببینم سالمه. سالمه؟ بله قربان کاملا سالمه. ببینم من چطور قربان اونم طالب امیده نیستم بدش ببینم بابا. بیاقه مباشر بذار اون طالب سنگیت امتحانه بکنم. سالمه بود. نه خرابه. چه خرابه؟ برو جیهی را ببینم خرابه مزه. یعنی چه؟ میگم دکتر ریجانه تا اینجا که اومده یه خورک روغن کچک بده به این آقا پیری مباشر ما تا حالش جا بیاد ما را حساب خوب بشنم. من که سردر نمیارم. یه چیزی هم بده اون بخوره تا دامنش قدری درستت یعنی طولانی تره بشیم. بله با اجازه مرخص میشم. خاص میشی داری میری ما تازه داشتیم با هم رفقه میشدیم. آخه مادر جونی کجایی که یه سرویس کامل کل پاچه واسه ما بیار. قربون صبونتون رو میل کنین باید زودتر بریم کارخونه. قربون سرت کردم دوباره یا نمیدانم تو ماهی یا شد. بابا چرا نمیای؟ چه خبر اومدیم آقا مدالی؟ اومدیم آقا مدالی بخشی میشه. ببینم پس چرا اینا نیومدن؟ دارن میان تو هم انگار نوبرش آوردی ها. سرته بگوشون بعد نامحرم نبینه. با این باید بریم؟ بله مگه چه بشه؟ آخه همه جا نمیگیریم. عیبی نداره یه خود جمعتر میشینیم. نمیفهمم قربون اون وقتا برم که ما رو جایی بار مینداختن بالای کامیون. یالا شما دوتا بریم بالا ببینم جوانان برن بالا زیر آفتاب. یالا باریکلا منم در ببندم که کسی مزاحم شما نشه. خانم خانما شما هم تشویق اینجا بشینین به علت داییتون. بفرمایید. با خدا مرگم بده من که این تو جا الان خودم ترتیبش میدم. مگه جک و واسه چی ساختن؟ زهر ما جوانان زیر آفتاب حرکت به سوی صحرا برای چریدن. آفتاب خوبیه نه؟ قربان در شأن شما نیست که این لباسو بپوشونه به کارخونه بیاین. زشته مایه سرشکسته. چی مایه سرشکسته ترشکسته فضولی بی فضولی. این لباسه که میبینی از جده آبادم به من ارث رسید و خیلی هم بهش ارادت دارم. بله خیلی هم بهتون میاد. بله پس نخیر آقا مباشر به این گردن نازک بگو این چی بسته به گردنش خودش اسیر کرد. بله چرا خودتو اسیر کردی؟ چرا رفته باش مثل من نگاه کن چه قرار دادم دارم من تو لباسم دریم یا من یادت بگیر. آره ببخشید آقا. آره خب دستیره بکشه رانم دیگه گیره بگیم. بایی ما باز همین که بشینیم آقا مباشر. خیلی آقا الان در براتون باز میکنیم. ما خودمون دسته نداریم. بفرمایید آقا مباشر. بابا ای بله معلوم شما رو خیلی دوست داره چون جاهای خیلی خوب میاریم. شکاری میفرمایید قربان. اینجا کجا؟ اینجا دفتر شرکت شما. پس بیزن نداریم. سلام عرض کردم قربان. سلام نوکرتم کلفتتم. آقا مباشر ایشون کی باشند؟ ایشون دربونه هستن قربان. آقا دربونه شلوار رفته باش سقش خیلی بیشتره. بره برم. آقایون ما همه برابریم و برادر. ما سالهاست که با هم کار میکنیم. در غم و شادی همدیگه شریک بودیم. در این مدت من وجداناً هر خدمتی که از دستم بر اومده برای فرد شما انجام دادم. ما همیشه مدیون محبت‌های شما هستیم قربان. چه خدمتی از ما ساخته است تا انجام بدیم؟ تنها انتظاری که من در دوستی از شما دارم اینه که منو پیش احمد خان تنها نذارید چون اون با مرحوم پدرش خیلی فرق داره. متوجهم آقای شمس. خیالتون از طرف ما کاملا آسوده باشه. بالاخره هر چی باشه ما از این قماشیم اون از اون قماش. متشکرم. خب باید همین حالا سر و کلش پیدا بشه. قربان خواهش میکنم بفرمین از ها منتظرن که منتظرن بزید یه خود انتظاره بکشن تا قدر عافیت بدونن. وای وای چه گلای نازی دارین. خب نگرش میدارین. باد آمد و بوی انبار آورد. آقا مباشر تو رو خدا نگاه کن چه بلایه چه صفایه چه هوایه. سلام عرض کردم قربان. ای سلام به روی ماهت به چشمون سیاهت. ای آقا مباشر بگو ببینم جگر جون کی باشند؟ ایشون لیلی سکرتر جناب عالی هستن قربان. سکرتر منن ها. چه خوبه در ازت خوشم میاد. اما ببینم تو خیلی لخت و پتی هستی. با عیبه آخه نسلامت این گردن و کلفت نامحرمه. خودتون فرمودین اینجوری لباس بپوشم قربان. قربانه غلط کرد من از این گرتی بازی هیچ خوشم نمیاد. پس میفرمایید واکسی جوب بپوشم؟ باشه واکسی جوب بپوش هرچی میتونی درازه تره بپوشه. اصلا بهتره چادر شب بپوشه. چشم هر طور امر بفرمایید قربان. قربان بازم باید خدمتون عرض کنم هیئت مدیره منتظر جناب عالی است. یه باشتریش خوش ندارم کسی بهم دستور بده فهمیدی؟ خب خونه خاله کدومه بره؟ از این طرف قربان. خب بازم میبینمت خوشگله، اما اگه میخوای ما رو ببینی برو تو پرده. چشم خاطر امر بفرمایید قربان. آقا مبشر اینا چرا پاشدن؟ برای ورود شما احترام میزنم. احترام که چند سال پیش برکت نه. بشینینه بابا، بشینینه بابا، خجالت هم ندین. این تن بمیره سر سفره پا نشین. آقا مبشر بهشون بگو اینقدر خجالت هم ندن بشینن، وگرنه من نمیشینم یعنی میزنم بچک. آقا رو ناراحت نکنین، فرمودن بفرمایید. قربونی هرچی بچگی حرفش نبه، من که قابل نیستم، امیدوارم علی مدالی فداتون بشه. خب آقا مبشر حالا باز چی کاری کرده؟ قربان صندلی جناب عالی اون بالاست، بفرمایید بنشینید تا جلسه شروع بشه. اون صندلی مال منه، چیزی زودتری نگو بدینه. خب بشینین مرگ آباجیتون، بشینین. وای چی بود بشین. خب حالا بشینین بلنشین نگه دوست دارین. بشینین پاشین بشینین پاشین. خب بچه همون مکه موریچه داره بازی بکنیم باشه، همون مکه خوشتون اومد دیگه در این پر رو میشین. خب برای اینکه بیشتر خوشتون بیاد من یعنی قربان از امروز دستور شوله باش میدم، یعنی که رباتتون شوله بکنین، کتاتون هم دره بیارین که بتونه خیلی خوب عرفی بزنین. آبر کلا زنده باشین، مشغوله بشین، در بیارین کت شلوارتون، اینجا خانه خودتونه، ساکت باشین، خب راحت باشین. آقا مباشر آخه نسلامتی ما مهمونیم، بگو اقلا چند تا چای قند پهلو بسمون بیارن. چای قند پهلو قربان میستین که نه؟ لا اله الا الله. نه خیری سنگ پهلو زود بش دستورش بده، کاری داریم. راستی ما اینجا چی کاری داریم؟ برای تصمیم درباره خرید یک کارخونه ی ریسندگی. دستور بکش نری تو دره، شما قاش زین سفته بگیرین از سواری پیشکشتون، اگه راست میگین اوضاع کارگراتون رو برا کنه که مثل من و علی مدالی بدبخت این میشی نخورن. علی مدالی کیه قربان؟ بای شما علی مدلی شاگرد منو نمیشناسین؟ زرشک که زرشک قربان، زرشک زرشک آقا، زرشک میخوان. چی؟ آب زرشک. آب زرشک من که سر در نمیارم، صبح کله پاچه و آب آلو میخواست، حالا آب زرشک. خدا خودش رحم کنه. خانم جون دستم به دومنت، مثل اینکه آقا حالش خوب نباشه، فوراً دستور بده یه لیوان آب زرشک براشون بیارن. چی؟ آب زرشک؟ مطمئن باشین هر کس خلاف بکنه جریمه اومدی یا نسازی، جریمه بی جریمه. از امروز حقوق کارگرا 10 تومن اضافه میشه. 10 تومن؟ با شما مال باباتونم همینطور خرج کرد، 10 تومن که چیزه نیست. آب زرشک که دستور فرمودین قربان. پیری من کیه گفتم آب زرشک؟ خوب حالا که آب برده بگیر تو بخور تا پیای شکمت آب بشه. واسه مام یه چای قند پهلو بیار. چای قند پهلو؟ علی خدا مرگت بده. چرا؟ بعضی وقتا انقدر خوب میشی آدم و جاهای خوب میاری. نگاه کن پسرم و عروسم و دارم حظ میکنم. قلبم دیگه گرم و پرشوره، از تو همه دنیا پر نوره، عشقم دیگه دریا میمونه، با تو دیگه از من غم دوره، تنها توی خورشید این دنیای غمگینم، بی تو سر و پا حسرتم نوری نمیبینم، با تو نشون از غم این چشمان میمونه، دنیا برام رنگ و برام مثل بارونه. وقتی میخندی رو به من دنیا میخنده، تو چشمم اشکی شو و شادی قلب میبنده، عشق و تنها هم باش بمانی تا ابد ای گل در آغوشم، تا زنده ام هرگز نخواهی شد فراموشم. قلبم دیگه گرم و پرشوره، از تو همه دنیا پرنوره. عشقم بی دریا میمونه، با تو دیگه از من غم دوره. تنها توی خورشید این دنیای غمگینم، بی تو از سراپا حسرتم نوری نمیبینم. با تو نشون از آن دل چشمام نمیمونه، دنیا برام رنگ شل. اما نه اینقدر شلی، خود سفته بشینین، اون زیاد شل کمش کن. خب حالا شدین مثل بچه. قربان به کارا رسیدگی میکنین؟ کدومه کار؟ ساعته چنده قربان؟ حدود نیمه بعد از. به من میبینم چرا رود بزرگ در کوچگری میخوره. شمسی جون بقیه لشبازیره بذار واسه فردا. فن حوسی دیزی کوفته یه چیز آبکی با مختصری نونکی کردم. جلدی دستورش ساده ره. ممکنه بفرمایید رستوران غذا میل کنید؟ ممکنه. میفرمایید پانش این دفعه آخرتون نباشه. آقا مباشر ما رو بر نارخونی چیز بفرمایید. از این طرف ببینم سفره چند هزار نفریه؟ هر چه شما بفرمایید. پس آقایون اگه شیکم بدون غذا طلبه کرده همتون مهمون حاجیتین. اما بیبلا قربانو از این کلک آبا برو بریم. بشین. آقایون اگه اشتباه نکرده باشم ایشون عقلشون رو از دست دادن. بله شما درست. خب آقایون به کارشون ادامه بدن ببینیم چی میشه. خواهش میکنم. مژده بهت بدم، قرار من بدون ناراحتی به مقصود برسم، چون تمام افراد به سالم بودن اون و به عقل اون شک بردن. قره یکی طلب من. میدونی شاید در این خصوص چی گفته؟ خیلی جالبه. گفته چی گفته؟ خدایا بدانست که اصولنده بد نباشد، حالیت شد حالیتم نشد به من نمربوطه. من برای خودتون میگم قربان، آخه برای شما میونه کارگرا مناسب نیست قربان. شما نارخوری مخصوص دارین قربان. لعنت بر شیطونای خدا، همش مخصوصی خود برجی. مراقبتتو به کار بنداز. ما همه بندگان خدایی، با همه باش تا همه با تو باشه. من که نمیفهمم. همونه بهتر که نفهمه. سب کن ببینم. چه عطری، چه طعمه. آخی جون برم و قربون این قلبه بده بجون. ای رفقا سلمی یلکی کیه میخورین؟ بفرما سر قضایی پانشو بابا. بشینه بفرما. آقا رضایی خاک سریه جونی شما بفرما. این قضا منو خجلتیه ندینه بابا بفرما. ای بلادم جون داریم نرماله خون داریم بیار بانون جون. چقدر بابا خوشم میاد، یه وقتی یا یادم میاد. آقا رضایی کارگری بود، پول پلهی تو کاری نبود. زد و صحبه پول پله شد، کار رضایی چاپ چله شد. زندگی که همیشه به یک قرار نمیشه، یه روز بود گداره یه روز چنین میانه. من با شما با کارگرا موافقم توی همه جا. من تو او ما خوشحالی باشین همه شما. مساعدتی اضافی حقوق، پول عروسی، پول روبوسی، هرچی بخواین پیش من بیان. رضایی میخواد حالا حرفی بزنه، خواهشی بکنه، حالا گوشتی با منه. کی میگم و وای چی میگم و به کی میگم؟ حقوق کارگرا بایدی بره اون بالا. وقتی باشیم فکر ما، فکر ما کار اینها، کار میکنیم با همه دیگر از قربانمه. وقتی باشیم فکر ما، فکر ما کار اینها، کار میکنیم با همه دیگر از قربانمه. خوشت اومد برات آواز خوندم؟ خیلی خوب بود. خوب حالا تو برام حرف بزن. نمیدونم تو چه اخلاقی داری، یه وقت اینقدر حرف میزنی که مادرت عصبانی میشه، یه وقتم اصلا حرف نمیزنی مثل الان. تو حرف بزن، تو بگو، از من، از خودت، ببینم تو چی میخوای. من در مقابل تو هیچی نمیخوام. تو تنهایی فکر میکنم که خیلی حرف دارم بزنم، ولی وقتی تو رو میبینم همین یادم میره. تو الان چند وقته که میخوام بهت بگم تو هم مثل همه دخترها و پسرها که با هم دوست میشن و نامزد میشن منو ببری گردش. این که چیزی نیست، حتما این کارو میکنم. همین امشب بری؟ فقط امشب نه، چون مهمان هستم و باید برم، ولی فردا یا پس فردا شب حتما میبرم. تو چقدر خوبی. خب بریم پلو بقیه. خوب حواستو جمع کن، ببین چی میگم. امشب یارو میاد اینجا، دلم میخواد خوب ازش دلربایی کنی. اگه نتونستم چی؟ میتونی، حتم دارم که میتونی. فقط کاری بکن، تا میخوره بهش مشروب بده که مست بشه. چرا میخوای مستش کنی؟ اوناش دیگه به خودم مربوطه. برو فعلا خودتو بساز، دلم میخواد امشب مثل یک ستاره بدرخشی. سعی میکنم. این چطوره قربان؟ بدکی نیستش، بیندازش تو خندق دایی جونم، کلی از این لباس ها داره. اینه هیچی کدومه به درد نمیخوره، به درد ماشین شوره ها میخوره. پیداشو کردم. آقا مباشر به نظر تو اینی چطوره؟ شما که پاک خودتون زدین به کوچه علیچه. کوچه علیچه به دیگه قدیمی شده، بفرمین پاساژ علیچه. آخه قربان این پیژامه است برای خواب، نه شب میبینی. خب پچرین زودترین نگفتی، پس بندازمش تو بغل جیگر. خب دیگه چی هست؟ خب بفرمایید، اینم لباس شب شما، اسموکینگ، خواهش میکنم بپوشید. ای به چشم. باز شب شد، خودتو ترگل برگل کردی. کجا میخوای بری؟ من که قرار نبود دست از شب زنده داریات برداری ها. مادر مطمئن باشید که جای بد نمیرم. گفتم که امشب به افتخار من همکارانم جشنی گرفتن، من مجبورم که برم. حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت، دلش خوشه واسش جشن گرفتن. نمیدونم والا، منم گیج شدم. تو همیشه دلت میخواست آدم بزرگی بشی، سری تو سرا دراری، ولی حالا انقدر ادای بزرگا رو در میاری، منم که مادرتم تو شک میافتم. مادر باور کن ادا در نمیارم، من مرد بزرگ با شخصیتی هستم. انشالله یه روز بهت ثابت میشه. فعلا شب بخیر. علی بگوشم. خدافظ. نه خیر، ما دلمون به یه اسم علی مدالی خوش بود، همینم زورش میاد بگه مدال تو. علی آقا مدالی ها. این پسره یه کاسه زیر نیم کاسش هست. تو برو دنبالش ببین کجا میره، سعی کن بفهمی چی کار میکنه. 1-2-0 هفتی واسش بشم که طرف خودش حظ بکنه. بیا بیرون با جایزه. به سلامت. چه غلط ها، حالا دیگه کارش به جایی رسیدی که براش جشن میگیرن. به سلامتی شما که به ما افتخار دادین و به این جشن تشریف آوردین. برو اونجا که دیگه درد و غم نباشه. ببین خوشگله، بیا با بالا غیرتم با من رو راسته باش، همونطور که آقای امیرارسلان با یه نظریه دلی نصد دل عاشق فرخ لقاه شد. من از تو خوشمون اومده، اگه تو هم با ما فعله همین فردا ننمو بفرستم خواستگاری. شما شوخی میکنی؟ داری منو دست میندازی. جون هر کی مرده راسته میگم، به قول شاعر از تو بگه که اشارت از ما به سرده بیدن. قربان امیدوارم امشب به حضرت عالی خوش بگذره. امری نداری؟ نه، ما رو تو حال خودمون بذار، خیلی خوشتریم. تو با آقا مباشر برس که براش او خودو نشه. ایشون قربان طبق معمول نمیذارن بهشون بد بگذره. ملاحظه میفرمایید؟ میخوام به سلامتی تو. آقا مباشر مواظب باشی وقت بتپتی نگذره، یه وقت خفه نشی. از تصدق سر شما خوشم. یه وقتی ناخوشی نشی میریسی. برو تو حال که دیگه همچین پای دست نمیدن. با اجازه من زحمتو کم میکنم. خوش باش. همچین چارچشمی ما رو میپاد، مثل سایه همه جا تعقیبمون میکنه. به این فینگان لش باش، خودش خسته میکنه. رضا وارد یه باغ کاملا ناشناس شد. علی مدالی 207 در انتظار. بگوشم شاید من نمیبایست این حرفا رو به شما میزدم، چون عموم اگه بادار و دستشین رو بفهمن منو میکشن. بابوته این کار ندارند. مطمئن باش من همه چین خودم میزنم به مستی که خیاله کنم من سیبوت عرق کنم سلامتی. مطمئن باش امشب عرق آخرشه که کوف میکنه. شما همین گوشه کنار باشین تا من برم به لیلی بگم بیشتر سرگرمش کنه. عموم داره به طرف ما میاد، مشروب تو بخور. این شیشه که توش آب ریخته عیبی نداره، اونا خیال میکنن مشروبه. خب عوضیش میکنم، فیسکیکی میکنم. آقا شمس خانم چه عجب شد که یاد ما کرده. یه گیلاس بزن به سلامتی خوشگل لیلی جون که من امشب به حاله کرده است. اون وظیفه‌شو انجام بده. و حالا برای اینکه بیشتر لذت ببریم من از لیلی جون خواهش میکنم یکی از آهنگای قشنگو برای جنازه. آخه بیا. فوری برو لباستو عوض کن و بیا برای جناب آقای زرین یه آهنگ خوب بخون. چطوره برو؟ همین طوره به قول علی مدالی که میگوید برو ببینم چی میشه. سمایه که قاطع میشه. آقا شمس خانم تو نمیخوای یه گیلاس با ما هم پیاله بشین؟ این افتخاریه که نصیب ما میشه. پس بیا بزنه ببینم. نه خواهش میکنم، پس اقلا بریز این طولی بره ببینم چی میشه. سیمایی که قاطمه. بیا اینم مزه شقدیم گفتن مزه لوتی سوتم. بیا یه خورده. نه خواهش میکنم کافیه دیگه قربان. اگه اجازه بفرمان یه خوردن به بقیه مهمونام برسم. باشه گره که دیگه بره نگردیم. وسط عمری آب با جا عرق بخوریم. نفهمیدم آقا رضا لباس عوض کرد سوار این ماشین شد، کجا داره میره؟ بزن بریم. مثل شرابه ببین چه نابه جادوی خوابه لبای من. دنیا نوره همش بلوره پر از غروره چشای من. با ناز و شرم صدای من. کنارم میمونم میدونم واسه تو سخت حالیم شده راستی، چشمامو میخواستی، این چشما این لبه مال تو امشب، نزدیک شد نزدیک شد لب بذار رو این لب. زلفامو پریشون میکنم اینجور و اینجور، همتا ندارم خود میدونم، چشم حسد کن راضی شدی حالا از این قد بالا، این قلب تو سینه اینجوری نلرزون، از لبها یک بوسه امشب شدی مهربون. بخوابیه تا که نمیرسه. آخ آخ سرم داره گیجی میره علیکی. تو اینقدر قشنگ رونه آدم های مستو بازی میکنی که منم دارم تو شک میفتم. حواست جمع شریدم تو داره میاد. آقه شمس خوب مره مست کردی و به رقاصی بادشتی. آخ آخ سرم داره گیجی، من چرا اینجور اونجور میشم؟ تقلا کردین حالتون به هم خورده. بیاین بچه ها آقا رو ببرین تو باغ تا حالشون جا بیاد. موافقی قربان؟ لیلی جون من ریخت هوا بخورم برگردم. بفرمایید الان برمیگردم. حالا راضی شدی؟ آفرین خیلی خوب بود، واقعا عالی مستش کردی. میگم چرا چشمای من سیاه شد، میتونی روشنش کنی؟ شما که ماشاءالله روشنی. ایل چراغ رفته بساده هم نیا. بفرمین قربان. نمیشه شما بفرمین، من همین که پاره کش میکنم. اختیار دارین شما. میز زدین روشن شدین، حالا میریم هوا میخوریم روشن‌تر میشین. بفرمین. میترسم زیادی روشن بشم و فیوز بسوزونم. باشه حالا که بخوره بخوره بزنه بریم. بفرمین بفرمین. لیلی زفرستی های کلم بفرم. پول نده پول نده خدا نمیره. آقارزا خیت کن نرفته به علت بی‌نظمی دارن میندازنش بیرون. اونجا رو اون که از من و تو سر حالتره. مگه مستش نکردی؟ چرا دو بط بیشتر مشروب خورده. عجب جونه وریه. لا 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 لا. ولی کن امشب من فقط از عشق تو مستم. این چه وضع مسخره ایه که به خودت گرفت؟ سلام نفهمیدم. حالا دیگه ما مسخره شدیم. اون همه شلنگ تختی که تو مینداختی مسخره نبود. این مزخرفات چیه میگی؟ تو کاملا مستی. پس بیا تو هم یه قلاب آبجو بزن تا مست بشی. این مسخره بازی‌ها رو بذار کنار. از پیر مردی مثل تو این کارا بعید. به به جناب آقای زرین هواخوری حالتون رو جا آورد؟ هواخوری؟ ها بله، هواخوری امروز. عجب چه زود خبرها تو این شهر پخش میشه. مشروب که اذیتتون نکرد؟ من نمیفهمم شما چی میگید. اصلا مثل اینکه اوضاع اینجا امشب خیلی عادیه. خلاص بریم. من به خدا چیزیم نیست. شما خیال میکنین که من چیزم. صبر کنید قربان، صبر کنید. پس اونا چه غلطی کردن؟ چرا نبردنش؟ پس خودشون کجا گم و گور شدن؟ بابا چی رو اومدیم تو خراب خود رو با هم؟ ساکت. چه ساکته اینه؟ خب بفرمید قربان. اینجا هم هواش خوبه هم دوا. چه هوایی شما چند تا هستین؟ مگه حساب اندساب خرابه مشتی؟ یا شما قطی کردینه یا منه یا چیشم. میخوای چشات باشه پس بگه تا کمرت تاشه. یالا بی هوا کار رو هوا جیمز باند بی جیمز باند علی میدانی همه پسید آباره داره دریاب رضا جور وایس آمدن شنگه آماده بپرد میدونی برای اومدیم ابراهام اومدن بیا سرسری من جای ترس نفر بعدی بیار بیارین که انگشتی باشه مدال. اگه مردی وایسین ببینین چجوری دخلتون میارم پدرتون در میارم خیال کرد. هی صبری بکن صبری بکن. بابا توی من نمیدونم تو این دنیا چه کاری رومنده ای دونده ای زننده ای چی کار هستی؟ جا خالی میدم من مشتی میزنم من مشتی میخورم من این کار هستم. من نمیدونم امشب دیگه جواب ننه تو رو باید چی بدم. بی خیالش این یکی دیگه خودم میگم فعلا برو بریم. بابا من زن نمیخوام. من و مریم بچگی با همه بزرگ شدیم. من اونو به مثال آبجیم دوست دارم. حالا فهمیدین؟ اصلا میدونی من یکی دیگه رو دوست دارم. واه جونه نکنه اون یکی دیگه من باشم. آتیش به جونت بگیری بس که نجسی خوردی دیگه فکر و حواس نداری. مگه همین دیروز نبود که باهاش خوشو بش میکردی قرار گذاشتی واسش انگشتر بخری؟ چه حرفی تو دهن من میذاری؟ نه والا نه بلا من دیروز اصلا اینجا نبودم. مریم واسه من آواز میخونده. تو دیروز با ما نبودی؟ به مدال علی مدال قسم اگه دیروز با شما بودم من چه بگیری افتادم بخدا. ها فهمیدم. میگه به نکنه ما رو با یارو عوضی گرفته باشین. پرت و پلاها چی میگه؟ یارو کیه؟ همون یاروه که اسمش قربونه. همه ما رو با اون عوضی گرفته بودنده. پس اون لباسه مال قربون بود که تو میپوشیدی؟ آره دیگه. این قربون چی کاره؟ من ندیدمش ولی همه میگوین که رئیس کار خونه است. کلی سر بدتر همه رو میخوره و آزاده میکنه. ما رو میخره و آزاد میکنه. با من که حرفای تو رو باور نمیکنم. اگه راست میگی منو ببر تا قربونو با چشمای خودم ببینم. ببینیش؟ وای 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 چی میشه؟ چی میشه؟ من که نمیدونم چی میشه. ولی من میدونم چی میشه. از قضیه سری در میارین و میفهمین اون کیه و من کیم. من چی میگم و اون چی میگه؟ من اونم یا اون منه؟ اون منم یا نه نمیدونم. فقط میدونم که اون دختر زن دلخواه منه. بر منکر قسمت لعنت. باید اتفاق بیفته و شما همسر خودتون رو انتخاب کنید قربون. بله اون به هیچ چیز جز عشق توجهی نداره. خودشه با خونه ای پر از صفا. حالا میخواین چیکار کنین؟ اگه از دست بنده کاری ساخته است بفرمایید تا شروع کنیم. نه میترسم برخورد با شما اونو از قصر خیالی و عشق پاکش بیرون بیاره. بهتر این کار خودم تمام کنم. الان میان اینجا؟ نه من باید برم چون قرار امروز براش انگشتر نام. مبارک قربان. نمیدونم از خوشحالی چی بهتون بگم. فعلا سکوت کن. من زود برمیگردم. اینقدر حرف نزن ببینم. جانم اعلى بفر من نزدیکی مشاهده کنین از اون نو قربان قربان و خونه عالی خشمان تو بود علی مدالی. آره ببینم پسرم تو اشتباه نمی کنی، تو همین خونه اومدی. آره بابا مغز منم یه چیزایی رو میگه. آخه ما کجا و اینجا کجا؟ سلام کردم قربان. به کی سلام کرد؟ خوب معلومه به منه که پنخه به دیفال سلام که ننه رو باشه. ما اینجا کلی قربان شده من نفهمیدم با دمه که سیفتش کردی. شلش کن بابا شلش کن راحت باش زندگانی کن. دیگه کجا رفتی؟ کجا؟ به خانه کیجه پس ما رو به ساختمان راهنمایی کن. ما اینه بله به سوی ساختمان. چی میشه؟ کجاشو بگم شلشو بگم سفتشو بگم اینو بگم اونو بگم دیگه دارم دیوونه میشم. بفرمایین داخل یعنی برین تو. وای میبینی خوشش میاد ننه جونه خوشه یه دیگه نمیده. بح از این مبل و از این قصر چه آلیست کفشات و درار و پاهات رو قالیست. ننه به قصر قربون کلی خوش آمده. حالا فهمیدی عین هوش شهر فرنگک علی میدلی تا میتونی دیده بزن مشغولم. آره بله خدایا خوابم بیدارم نمیتونم. نه این غیر ممکنه. خدای من شوهر من شوهر من. ننه ننه ایداد ننه بابا پا کابروی ما رو بردی. اگه جای من بودی چی کاری میکردی؟ علی ننم ذوق زده شده. ایداد حبر آقای مباشر آقای تیلانی آقای مخصوص آقای پنجام آقای بلازم. چی شده قربان؟ یه کمکی بکنه قربان. این خانم چشونه؟ نمیدونم دیده میشه به همه خورده. وای خدای من وای چی شده آقا؟ این خانم باشون معرفی میکنم زهرا خانم نری آقا رضا. پس این خانم مادر شما؟ وای وای خدای این غیر ممکنه. نمیان صادرات شد دوتا میفهمم شد امروز جور این میشی زدن هر کی میاد کله پا میشه. او آقا رضا جون نند داره هوش میده. ولیشه بکن تو آقا مباشره در جب من اینجا ما. آقا جان پیری جان برای شما خوب نیست بیدار شین. آفاری کلا آقا پیری داره هوش میده. خدای من بعد از سال داره چرت و پرت میگه. پروردگارا چطور باور کنم؟ ننم تو راز نیاز علی میدلی. قربان خانم یه وقت ناراحت نباشن. خانم کدوم ننمو میگی؟ بله مادر شما سرور من کسی که پس از سالها اون و شما رو پیدا کردم. محمد خان تویی؟ بگو حرف بزن از پسرم از شوهرم. خاک بسرم چشم روشنه. نه مگه تو این آقا رو میشناسی؟ آقا رضا مبارکه آشنایی تو روشنایی افتاده. مطلق میگه پسرم اونو من پدرت و برادرت در یه حادثه از هم جدا شدیم. پیدرم یعنی بابام من. محمد خان حالا شوهرم کجاست؟ متاسفانه یک ساله که فوت کرده. خدایا شوهرم مرده؟ بله خدا بیامرز تا آخرین لحظه امید داشت که شما و آقازاده رو پیدا بکنید. یعنی یکی من خدا اگه برادرتون بفهمه نمیدونین چقدر خوشحال میشه. داش من بله نه گوشی رو بده دستم. بله برادرت اونو من چند بار با تو عوضی گرفتم. شما حق داشتین. دو قلو بودن اونا باعث شد که شما اشتباه کنید. حالا پسرم کجاست؟ تعریف کن ببینم. چه وقت خوبی. ایشون همین چند دقیقه پیش رفتن خواستگاری. بس این که ناراحتی چه اتفاقی افتاده؟ به من راست بگو تو رضا هستی یا قربون؟ من نه رضا هستم نه قربون. اسم من احمده. احمد؟ پس رضا راست میگفت. شما دو نفر هستین رضا و احمد. خوبه خیلی جالبه. این رضا کیه که با من اینقدر شبیه که حتی شما منو با اون اشتباه گرفتید؟ اونم همینو میگفت. الانم با خانم جون و علی مداری رفتن منزل شما. راست میگی؟ پس اونا الان در منزل من هستن. چه نمایش جالبی. میخوای با من بیای اونجا؟ بله. بعدم نمیاد که شما رو با هم ببینم، خیلی جالبه. خواهش میکنم بفرمایید. بیان بیا ببینم. احمد خان هستم. احمد خان؟ آقایون با کی کار دارن؟ اینا با منن. با شما هستن؟ زی پدرانتو بکش، زیاد حرف نزن. آقا با بنده هستن. آره دیگه، فرمایشی بود. ورود اشخاص متفرقه ممنوع است. آقا شمس شما بفرمایید. فهمیدی چی گفت؟ ورود برای ما ممنوع است. ایشون درست میگن. لطفا یه دقیقه بیار. تشریف بیار. میگم که این یارو چیز اینو بگیر. آره اینم عجبه، کلمه خاصیتی داشت. ببین چه میگم، ولی کار خوبی نکردین. خوبش هم میرسین. میگم شما از اون خانم کوچولو خیالتون پرته. منظورت لیلیه؟ اون از بستگان منه. آقا شما زیاد تو میری. این چشم اون چشم کلی فاصله داره. یک خورده حواس جفت کن. شاید نظر تو درست باشه. خب باید شروع بکنیم. فهمیدین که اونا دو نفرن و همشکل، ولی برای ما فرقی نمیکنه. هر کدومو بکشیم به نفع ماست. اگه خود احمد باشه که چه بهتر. اگرم اون نبود ما قطع گردن اون میندازیم. پس مثل اینکه بعد مشغول شده. بریم. خب آقای مباشر، حالا ننم خانمی میخونه، منم آقای خونه. ما مفخوره توی این خونه. اینو راسته گفتی. نه نگفتم ما بالاخره یه روز بزرگ میشیم. حالا دیدی راسته که همه به ما میگن قربان. این طور نیست. بله قربان. خیلی کیف کردی. هسته دیگه آقای قربان. هن چی؟ هن مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته که کنگر خوردی و لنگر انداختی. با منی؟ نه اینا با منن. علی مدلی مثل اینکه ما با آقایون یه خورده حساب جزئی داریم. آره یالا بچه ها شروع کنید. آقایون خواهش میکنم نه در تو منطقه بی خطر. برو حلوا میذاریم. خانم شما ناراحت نباشه، از پس همتون بر میاد. رحمان بیا بالا، حالا من میرم پای بر حالا کارشون اثر کنه. خوب باشید بی حرکت. خودش قربان. امیدوارم که از خدمت ناچیز من راضی باشی. به به جیگر رو برم. عشقی من بالاخره کار خودش کرد. قربون اون قده‌های نه بیا اینجا. ابا این خانم چی هست؟ این عشقم، این تنه کسیه که ما رو تر خشکمون میکرده. تو دختر نمک ناشناسی هستی.